به نام خدا، سلام و درود بر شما. انشالله که صحیح و سلامت و تندرست باشید و هر روز پرتلاشتر و سخت پوشتر از روز قبل به دنبال رسیدن به هدف گذاری که انجام دادید باشید. ما طبق بچه ها سرفصلی که با همدیگه تعریف کردیم و چارت آموزشی که قرار دادیم، خوشبختانه تا الان تونستیم گام به گامش رو پیش بیایم و در 4 جلسه قبلی به اون هدف گذاری 4 جلسه خودمون رسیدیم. انشالله امروز با توجه به این که پایان فصل 0 یا فصل یادآوری یا فصل مربوط به اصول و منطق ریاضی است، ما پس از اینکه انشالله فصل رو تموم کردیم، یک مرور اجمالی بر کل فصل هم خواهیم داشت تا انشالله از جلسه آینده به صورت جدی وارد مباحث 10، 11 و 12 بشیم. نکته بسیار حائز اهمیت اینه که آنچه که در جلسات آینده انشالله استارت خواهیم زد و تا انتها پیش خواهیم رفت، قطعا روی همین مباحثی است که در این 5 جلسه با خود این جلسه سرمایه گذاری کردیم، روش وقت گذاشتیم، انرژی کسب کردیم و مواردی از این دست. پس تسلط به این موارد خیلی خیلی مهم و واجب و جزو اصول در واقع موفقیت ما حساب خواهد شد. آخرین بحثی که از بحث فصل 0 برای ما باقی مونده تا اون رو هم بگیم و پرونده این فصل بسیار بسیار مهم رو ببندیم، مربوط به حل نامعادلات و انشالله با این موضوع و حل مثالهای متنوعی که با هم دیگه انجام خواهیم داد این فصل رو به سرانجام میرسونیم. زمانی که صحبت از نامعادله میشه، دقیقاً به این معناست که شما بناست در واقع یک عبارتی رو حل کنید که درش نامساوی قرار داره و اساساً به همین دلیل بهش هم نامعادله گفته میشه. نکته مهم داستان اینجاست که هر ساختار و شکلی که از یک نامعادله به شما بدن، شما خب به این صورت در واقع این رو به یکی از این صورتها در واقع این رو در خواهید آورد و از اونجا بنابر تعیین علامتی که در جلسه قبل با هم به بحث گذاشتیم این رو میاییم و به سرانجام خواهیم رسوند. نکته مهم داستان اینه که اگر نگاه کنید در هر 4 حالت سمت راست نامساوی من عدد 0. این به این معناست که هر زمان من بناست یک نامعادله حل کنم، قطعا همه رو به یک سمت منتقل میکنم و سمت دیگه رو برابر با 0 قرار میدم و از اونجا به بعد پس از این که اومدم و تعیین علامت رو انجام دادم، خب جواب مسئله پیدا خواهد شد. دقت کنید وقتی دارید نامعادله حل میکنید و مثلا عبارتی رو به این صورت استخراج میکنید، یعنی دنبال این میگردید که به ازای چه مقادیری از x اون عبارت شما بزرگتر مساوی 0ه، یعنی نامنفی است. یا اگر نامعادله رو حل میکنید به این عبارت آخر میرسید. این به این معناست که ما بناست مکانی رو معلوم کنیم در محور x ها که به ازای اون مکانها و مقدارها پی ما بزرگتر از 0 استخراج میشه. این در واقع ماهیت حل نامعادلاته که مشابه معادلات میخوایم علامت عبارت مورد نظر رو در جای جای محور x ها مشخص کنیم و عبارتمون رو استخراج کنیم. بریم شروع کنیم مباحثی که گفتیم رو یکی یکی با هم تمرین کنیم. خب در سوال اول به وضوح دارید میبینید که من یک عبارتی دارم بزرگتر مساوی 1. قید کردیم که، تأکید میکنم، چند بار قید کردم که یک سمت باید 0 باشد. پس من در گام اول میام میگم 2x2 به اضافه 4 به روی
ایکس در ایکس منهای 4 اینو میارم این سمت، منهای 1 بزرگتر مساوی 0. پس تا الان به اون چیزی که گفتیم عمل کردیم، یعنی یک سمت نامساوی خودمون رو برابر با 0 قرار دادیم. خب حالا منطقا من مجبورم مخرج مشترک بگیرم، مخرج مشترک همان x در x منهای 4 خواهد بود اگر به این مخرج 1 بدید. اگر x در x منهای 4 رو بر مخرج اول تقسیم کنم میشه 1، اگه ضرب در صورت کنم میشود 2x2 به اضافه 4. و اگر x در x منهای 4 یعنی همان مخرج مشترک رو بر 1 تقسیم کنم، خب همون x در x منهای 4 باقی میمونه که اگر ضرب در صورت بشه، به این شرط که حواست به این منفی هم باشه، به جواب منفی x2 به اضافه 4x میرسم. دقت کن این دوتا پرانتز رو در هم ضرب کردم. این باید بزرگتر مساوی با عدد 0 باشه، این باید بزرگتر یا مساوی با عدد 0 باشه. خب حالا اگر یک ساده سازی هایی رو انجام بدیم به این کسر میرسیم. دقت کن 2x2 منهای x2 جواب میشود x2، خب به اضافه 4x به اضافه 4 و مخرج هم که میشه x در x منهای 4 بزرگتر مساوی 0. در ادامه خوب دقت کن، در ادامه بچه اون عبارت بالا همان x به اضافه 2 به توان 2 خواهد بود. نحوه جمع کردن یک معادله درجه 2 بر حسب اتحاد و جلسه قبل مفصلا در موردش صحبت کردیم، به روی مخرج یعنی x در x منهای 4 که باید بزرگتر مساوی با 0 باشه، که باید بزرگتر یا مساوی با 0 باشه. خب من میخوام بچه این عبارت بزرگتر مساوی 0 باشه. اتفاقی که برام رقم میخوره به این صورته که میخوام بگم این عبارت چون توانش زوجه پس همواره بزرگتر مساوی 0 هست. کسری دارم که بناست بزرگتر مساوی 0 باشد. چون صورت همواره بزرگتر مساوی 0 است پس مخرج هم باید بزرگتر از 0 باشد. یعنی من از این نتیجه میگیرم x در x منهای 4 بزرگتر از 0 جدول تغییر علامت رو تشکیل میدم، یعنی همون تعیین علامتایی که انجام میدادید ریشه ها رو به ترتیب صعودی مینویسم. چون علامت بزرگترین درجه هر عبارت مثبته، مثبت در مثبت مثبت، یکی در میون عوض میکنید. کجا جواب من برای من مهم و قابل قبوله؟ آنجایی که بناس مثبت باشد، پس اینجا. حالا سوال مهم اینه که آیا 0 و 4 قابل قبولن خودشون؟ پاسخ منفیه، چون اینجا تساوی ندارید. به عبارتی بازه مد نظر شما میشه منفی بی نهایت تا 0 باز. دقت کن 0 باید باز باشه و الا این عبارت رو 0 میکنه و این گفته بزرگتر از 0 باشه. اجتماعش با 4 تا مثبت بی نهایت، اجتماعش با 4 تا مثبت بی نهایت. خب بچه ها این یک سوالی بود که مفصلا بهش پرداختیم، جمع‌بندی کردیم، گفتیم ابتدا همه رو انتقال میدیم یک سمت، مخرج مشترک میگیریم و کسر رو مشابه آن چیزی که در جلسه قبل گفتیم تعیین علامت میکنیم. اگر بچه ها موضوع اوکیه برای من یک رو بفرستید من متوجه بشم که تو قالب درس قرار گرفتید، تا انشالله بریم سوالات متنوعی رو با همدیگه حل کنیم. بسیار عالی، درود بر شما. بریم سراغ عبارت بعدی. خوب دقت کنید، گفته بچه ها من اینو والا باز با سبز حل کنم که یک اختلافی به وجود بیاد بین رنگ ها. گفته بچه ها x منهای 1 بزرگتر از 0 باشه. من میدونم این اتحاد چاق و لاغره، مفصلا بهش پرداخته بودیم، به این صورت در میاد که میخوام بزرگتر از 0 باشه، پس باید جدول تغییر علامت رو تشکیل بدم و ریشه ها رو بذارم. یادت باشه. چی رو یادم باشه؟ یادت باشه هر زمان اتحاد چاق و لاغر پیدا کردی قسمت چاق عبارت و اتحاد چاق و لاغر دلتاش کمتر از 0ه.
یعنی ریشه نداره، پس فقط ریشه همین یکه. یک رو اینجا قرار میدی، بیشترین درجه این مثبته، بیشترین درجه اینم مثبته، پس اینجا میشه مثبت، اینجا میشه منفی. جایی که برای شما قابل قبوله آنجایی است که دورش رو دایره کشیدم. یادت باشه باز هم یک قابل قبول نیست. چرا؟ چون اینجا تساوی نداریم. این هم از نوع دوم. اینجا نکته ای که فقط وجود داشت اینه که حواس جمع باشه به عنوان یه نکته تستی. قسمت چاق اتحاد درجه در واقع چاق و لاغر که بشه یک معادله درجه دو همواره دلتاش کمتر از صفره. نگفتم تأکید کنم که اشتباه نکنی، نگفتم هر معادله درجه دوی دلتاش کمتر از صفره که مشخصا نیست، منتها گفتم که اگر یک اتحاد چاق و لاغر رو باز میکنی قسمت چاقش که همیشه معادله درجه دو باشه قطعا دلتاش کمتر از صفره. خب بریم اینجا. بسیاری از دوستان اشتباه میکنن، میگن اینو طرف این وسطین میکنیم. بچه اگر این شماره 3 رو اومدی طرف این وسطین کردی تستو غلط زدی. چرا؟ چون شما از علامت مخرجهات با خبر نیستی. چه مشکلی تولید میکنه؟ مشکلش اینه که اگه مثبت باشه جهت عوض نمیشه، اما اگر علامت مخرج منفی باشد قطعا جهت عوض میشه. اینو حتما مد نظر قرار بده و یادت باشه برای اینکه اشتباه نکنی ما در نامعادلات یه قراردادی بین خودمون وضع میکنیم و طبق اون قرارداد میگیم که اجازه یه طرف این وسطین نداریم. خب چه کار کنیم حالا که نمیتونیم طرف این وسطین کنیم؟ همه رو بیار یک سمت، یعنی بشه x منهای 3 منهای 1 روی x منهای 1 بزرگتر از 0. مخرج مشترک بگیر، x منهای 3 در x منهای 1. خب اگر اینو بر x منهای 3 تقسیم کنی x منهای 1 باقی میمونه که باید در صورت ضرب بشه، پس اینجا میشود x منهای 1. اگر این رو بر x منهای 1 تقسیم کنی x منهای 3 باقی میمونه که باید در صورت ضرب بشه، پس میشه منهای x به اضافه 3، چرا که این علامت اینجا منفیست. خب این با این خط میخوره که این باید بیشتر از صفر باشه. نتیجه میگیرم 2 به روی x منهای 3 در x منهای 1 بیشتر از صفر. یه کسری دارم که مثبت است، صورتش که مثبت قطعاً چون 2ه، پس مخرج هم باید مثبت باشه. از اینجا بچه ها جدول تغییر علامت رو تشکیل میدم، ریشه ها رو میذارم، بیشترین درجه این مثبت، بیشترین درجه اینم مثبت، پس میشه مثبت منفی مثبت. برای من اینجاها قابل قبوله، چرا که کسر من باید بیشتر از صفر باشه، کسر من باید بیشتر از صفر باشه. خب اینو تواستو بهش جمع کن، پس باز دوباره میشه منهای بی نهایت تا 1 اجتماع 3 تا مثبت بی نهایت. اینا هم بچه ها باید باز باشه، چرا که گفته بزرگتر از صفر باشه، نگفته بزرگتر یا در واقع مساوی با صفر باشه. خب بچه ها اینم در واقع باز یک معادله درجه در واقع نامعادله دیگه بود که حلش کردیم. نکته ای که داشت که بسیار مورد توجه هم هست، اون نکته هم به این صورت بود که ما در این نامعادلات اجازه طرف این وسط این رو نخواهیم داشت. بریم بچه ها همزمان با هم دیگه بتونیم این سوالات رو همچنان تحلیل کنیم، بررسی کنیم. یکی از اینا خب در آزمون خواهد اومد و شما میتونید که به راحتی از پسش بر بیاید. ببینید گفته که قدر مطلق x منهای 3 کمتر از قدر مطلق x. به عنوان یک نکته کاربردی و سریع، به عنوان یک نکته کاربردی و سریع یادتون باشه اگه نامعادله قدر مطلقی داشتی، یعنی چی؟ به دلیل وجود این نامساوی بهش میگیم نامعادله، به دلیل وجود قدر مطلق بهش میگیم نامعادله قدر مطلقی، و توان x 1 بود، همچنان که میبینید در طرفین توان x 1ه، بهترین راهکار اینه که طرفین رو به توان 2 برسونید و به راحتی سوال رو حل کنید.
این نه بهترین روش برای حل نامعادلات قدر مطلقی است به شرط آن که توان x یک باشه. خب اگر من اینو بخوام به توان دو برسونم میشه x2 منهای 6x به اضافه 9 کمتر از x2. این x2 رو با این x2 خط میزنم، معلوم یک سمت، مجهول یک سمت، 6x بزرگتر از 9، پس x بزرگتر میشه از 3 دوم. این همین جواب شماست، چون شما بنا بود که x رو به دست بیارید. خب این هم که از این موضوع. سوال بعدی مجدداً بناس یک نامعادله رو حل کنیم. بارها توضیح دادم زمانی که بناس یک نامعادله رو حل کنید منطقاً اونجایی است که شما ابتدا باید یک سمت معادله رو صفر کنید. یعنی چی؟ به این معنا که همه رو به یک سمت منتقل کنی. اما چه جوری؟ خب بریم بچه اینو بخوام همه رو به یک سمت منتقل کنم، این 4x2 میاد این طرف میشه منفی 4x2، پس میشه 5x2 منهای 6x به اضافه 1 کمتر از 0. خب حالا من باید بچه اینو جمله مشترکش رو بنویسم، یعنی باید ریشه هاش رو پیدا کنم. برای یافتن بچه ریشه های این بیایید از همون دستور معروف برید، منفی b 6 مثبت منفی رادیکال دلتا. خب عملا به این نتیجه می رسید که 36 منهای 20 که بشه 16 به روی 2 a که 10، پس این برابر میشه با 6 مثبت منفی 4 به روی 10. دو تا ریشه پیدا میکنید، اگه 6 رو با 4 جمع کنی میشه 10، 10 تقسیم بر 10 1. اگه 6 رو منهای 4 کنی میشه 2، 2 تقسیم بر 10 1 پنجم. خب جدول تغییر علامت رو ترسیم میکنم، به ترتیب صعودی مینویسم، بزرگترین علامت و بچه بزرگترین درجه علامتش مثبته، پس اینجا میشه مثبت منفی مثبت. منتها چون من میخوام کسرم که این عبارتم کمتر از صفر باشه، اینجا برای من قابل قبوله. این بار منفی ها قابل قبول است، چون بنا شد که نامعادله شما کمتر از صفر باشه. خب الان توضیح میدم. پس بچه من بخوام اینو بنویسم میشه از یک پنجم تا یک باز که اینجا دارید میبینید. خب اینم که از جواب این. خب بچه ها میگن چرا تو مورد 4 همه رو به یک سمت نبردیم؟ بچه ها ببینید میشه این کارو کرد، بعد اگر بنا باشه این کارو بکنیم این تبدیل میشه به یک نامعادله قدر مطلقی از نوع آبشاری، حلتون سخت میشه. منتها من اومدم برای این یه نکته بهتون گفتم، اگر نامعادله قدر مطلقی داشتی و توان x ها یک بود به توان دو برسون، این ساده ترین روشه. میتونیم اون کاری که شما میگی رو انجام بدیم. میگن چرا همه رو یک سمت منتقل نکردی؟ منتها بعدش به یک نامعادله قدر مطلقی از نوع آبشاری برخورد میکنیم که خب حلش سخته و عموما محل پرسش در رشته انسانی هم نخواهد بود و الا میتونستیم این کارم بکنیم، منتها بعدش دیگه حلش پیچیده میشد. خب بچه ها به قسمت، خواهش میکنم بچه ها به قسمت 6 نگاه کنید، حالت جدیدیه. چرا؟ چون بچه ها در هر سه قسمت x داری. تا الان مثلا به شما میگفتن که این معادله درجه 2 کمتر از 0 باشه، یعنی فقط یک سمت x داشتی. الان اگر دقت کنی سمت چپ، وسط و سمت راست همه طرف x داری، یعنی مجهول داری. برای حل این تیپ سوالا بچه باید اینو به دو قسمت تقسیم کنی، دقت کن، یعنی یه بار این دوتای سمت چپ رو حل کنی، یه بار این دوتای سمت راست رو حل کنی، جوابا رو تعیین کنی، بین جوابها اشتراک بگیری. بیا با هم همراه بشیم. پس قبل از این که برم ادامه مسیر، زمانی که در طرفین نامساوی x داریم، مثل اینجا سه قسمتی x داریم، باید مسئله رو به دو قسمت تقسیم کنیم و حلش کنیم. اگر دقت کنی من اگه بنا باشه بچه‌ها این حالت یک رو حل کنم، حالت یک میگه 3x منهای 3 کمتر از 2x منهای 2.
خب همه رو منتقل کنیم یک سمت، یعنی معلوم یک سمت، مجهول یک سمت. x بچه ها کمتر میشه از عدد یک. حواستو جمع کن، این 2x میاد سمت چپ، میشه 3x منهای 2x که میشود x. منفی 3 میاد سمت راست، میشه مثبت 3 منهای 2 که میشه 1. مثبت 3 منهای 2 که میشود عدد 1. این که از حالت 1. بریم حالت 2 رو حل کنیم که میگه 2x منهای 2 کمتر مساوی x منهای 1. باز معلوم یک سمت، مجهول یک سمت، چون معادله درجه یکه. بچه ایکس کمتر مساوی میشه از عدد یک. یه جواب اینجا به دست آوردم، یه جواب اینجا به دست آوردم. حالا اشتراک میگیرم، این میگه از یک کوچکتر و مساوی، این میگه از یک کمتر. منطقه هم بچه اشتراکشون اینجاست، یعنی میشه از منهای بی نهایت تا عدد یک باز، از منهای بی نهایت تا عدد یک باز. خب پس یادتون باشه وقتی دو تا نامساوی دارید در هر سه قسمت، یعنی قسمت سمت چپ، مرکز و سمت راست، مجهول و ایکس دارید، حتما باید در واقع در دو قسمت حلش کنید تا بتونید که در واقع سریع و صحیح به جواب برسید. قسمت بعدی بچه به ترجمه من نگاه کنید. دو تا عبارت در هم ضرب شدن و نامثبت خواهند بود، یعنی یا صفر یا منفی. دو تا عبارت در هم ضرب شدن و نامثبتن، پس یعنی یکی مثبت دیگری منفی. دو تا عبارت در هم ضرب شدن منفی شدن، یعنی یکی باید منفی باشه یکی باید مثبت باشه. بچه به این عبارت نگاه کنید، این عبارت معادله درجه دو دلتاش کمتر از صفره. وقتی یک معادله درجه دو دلتاش کمتر از صفره، یعنی یا خب بچه محور ایکس ها رو که دیگه قطع نمی کنه دیگه، درسته، چون ریشه نداره، پس یا همش بالای محوره یعنی مثبته، یا همش پایین محوره یعنی منفیه. نگید یه قسمت بالا یه قسمت پایین، اگه یه قسمت بالا باشه یه قسمت پایین باشه، این فقط یه معنی داره، اونم اینه که ریشه داره، منتها دلتاش کمتر از صفره یعنی ریشه نداره. وقتی ریشه نداره یعنی محور ایکس ها رو قطع نمیکنه. وقتی محور ایکس ها رو قطع نمیکنه یعنی یا همش بالای محوره یا همش پایین محوره. خب حالا بچه از کجا بفهمم حالا که این دلتاش کمتر از صفره، یا همش بالای محور است و مثبت، یا همش پایین محور است و منفی؟ بسیار ساده بچه ها، به جای x صفر بذارید میشه صفر صفر دو باقیمون، چون مثبت شد نتیجه میگیری این همیشه مثبت است. خب دو تا عبارت در هم ضرب میشدن باید منفی میشدن، اولی که مثبته پس دومی باید منفی باشه، در نتیجه میگم x2 منهای 4 باید کمتر مساوی 0 باشه، یعنی x منهای 2 در x به اضافه 2 باید کمتر مساوی 0 باشه. بچه‌ها این اتحاد مزدوج بود. جدول تغییر علامتش رو تشکیل میدم، ریشه ها رو به ترتیب صعودی مینویسم، بیشترین درجه این مثبته، بیشترین درجه اینم مثبته، پس میشه مثبت منفی مثبت. برای من این وسط قابل قبول است، چرا که باید کمتر مساوی صفر باشه. بچه اینجا چون این تساوی رو داریم، بازه منهای دو تا دو بسته به عنوان جواب نهایی ما انتخاب خواهد شد. بازه منهای دو تا دو بسته به عنوان جواب نهایی ما انتخاب خواهد شد. خب بریم سراغ سوال بعدی با هم حل کنیم. بچه‌ها امکان نداره که سوالی در کنکور بیاد خارج از این 8-9 مدلی باشه که ما داریم از نامعادلات اینجا حل میکنیم. اگر همین 8-9 مدل رو دقیق با قدرت یاد بگیری، عملا تو این قسمت دیگه مشکلی وجود نخواهد داشت. خب خوب گوش کنید بچه‌ها، آنچه که اینجا تحت عنوان یک سوال سخت مد نظره اینه که شما متوجه باشی این یک اتحاد مکعبه. میگی نه بیا x منهای 1 به توان 3 رو با هم به توان 3 برسونیم، اولی به توان 3 x، دومی به توان 3 منهای 1، 3 برابر اولی در دومی، یعنی 3 برابر اولی به توان 2
در دومی منفی 3x2 و 3 برابر دومی به توان 2 در اولی که می شود مثبت 3x. پس من تو این سوال لازم داشتم حالت گسترده غیر استاندارد یا باز شده اتحاد مکعب رو ببندمش. این بچه سوال سختیه. منتها خب یه بار دیگه الان که انجام دادم دارید تحت عنوان ایده در نظرش میگیرید. خب پس الان میگم این بزرگتر از 3/2 در x منهای 1 به توان 2. یادت باشه اجازه خط زدن از طرفین در نامساوی نداری، چون اگه مثبت باشه جهت تغییر نمیکنه، اگر منفی باشه جهت تغییر میکنه. اینجا مثبته، منتها چون خودمون رو درگیر نکنیم با هم قرارداد کردیم همه رو منتقل میکنیم یک سمت. اوکی؟ یعنی اینجا هم میشود منهای 3/2 x در x منهای 1 به توان 2 بزرگتر از عدد 0. خب حالا میخوام اینو حل کنم. خب از قسمت مشترک فاکتور بگیرید، یعنی از x منهای 1 به توان 2 فاکتور بگیر. از اولی میمونه x منهای 1، از دومی میمونه منهای 3/2 x که باید بزرگتر از 0 باشه. دو تا عدد در هم ضرب شدن، دقت کن، دو تا عبارت در هم ضرب شدن مثبت شدن، یا اولی در واقع یا هر دو تا مثبت یا هر دو تا منفی. خب اگه به این تیکه نگاه کنی بچه، این همیشه مثبته. چرا؟ چون توانش زوجه، پس دومی هم باید مثبت باشه. از اینجا به راحتی نتیجه میگیرید منفی 1/2 x، این دوتا رو با هم ساده کردم، منهای 1 بزرگتر از 0. به عبارتی 1/2 x کمتر از منهای 1، در نتیجه میگیرید x کمتر میشه از منهای 2، و این هم جواب این سوال خلاقیتی و بکر که حالا میتونه با توجه به نگرش طرح سوال در 1400، اگر بنا باشه همون نگرش پیاده سازی بشه، در 1401 هم مورد پرسش قرار بگیره. خب بچه، این 8 موردی بود که یکی از همینا برای شما انتخاب خواهد شد و خواهد اومد. من بچه بعدی که یک دستگاه نامعادله است، ببینید یک دستگاه داریم، دستگاه نامعادله رو حل میکنم و مثال آخر رو به عنوان تمرین برای خودتون میذارم. سوال جذابیه از این جهت که در واقع اجازه بدید من بچه سوال جذابی خواهد بود، صرفا از این جهت که سوال به صورت فارسیه و اینو باید به زبان ریاضی آنچه که مد نظر طراح رو بنویسید. اگر دقت کنید، من حالا این نامعادله رو بخوام حل کنم، اینو انشالله حل کنید و برای من ارسال کنید. بچه خب نامعادله رو میخوام حل کنم. این نامعادله بسیار ساده ایه، هر کدوم رو حل کنید در انتها با هم جوابا رو اشتراک بگیرید. خب بچه اگه بالایی رو بخوام حل کنم میشه x بین منهای 3 تا 3. یادتون باشه توضیح دادم اگه قدر مطلق x کمتر از a میشه، یعنی x باید بین منهای a تا a باشه. یعنی x باید بین منهای a تا a باشه. این نکته اول و بسیار مهم. خب نکته دوم بچه ها پایینی رو میخوام حل کنم. اولا تقسیم بر 2 میکنم، یعنی میگم قدر مطلق x بزرگتر از 3/2 x منهای 1/2. اگر قدر مطلق x کمتر از a می بود، خب x باید بین منهای a تا a می بود. اگر قدر مطلق x بیشتر از یک عبارت می بود، یادتون باشه جلسه پیش گفتم دو حالتیه، میشه 3/2 x منهای 1/2، یا x کوچکتر از منفی 3/2 x. بچه نکنی گفتم یا x کوچکتر از منفی 3/2 x به اضافه 1/2. اوکی؟ حالا بریم هر کدوم از اینا رو با هم دیگه حل کنیم. معلوم یک سمت، مجهول هم یک سمت. خب این x کمتر میشه از عدد 1، و اگر این رو حل کنیم 5/2 x کمتر میشه از 1/2، پس x کمتر میشه از 1/5. یادتان باشد اینجا یا بود. زمانی که یا دارید یعنی باید بینشون اجتماع بگیرید. این میگه از 1 کمتر، این میگه از 1/5 کمتر. پس اجتماع این دوتا بچه ها همین پایینیه، اجتماع یعنی میشه از منهای بی نهایت تا 1.
منتها بین جواب بالا یعنی جواب آبی و جواب پایین باید اشتراک بگیرید. خب این میگه از منفی 3 تا مثبت 3 باز، و اون میگه از منفی بینهایت تا 1، یعنی اینجا. خب اشتراکشون واضحه که خواهد شد از منفی 3 تا عدد 1، از منفی 3 تا عدد 1. خب بچه این تمرین رو هم که انجام میدید دوباره باز برای من بفرستید. بعضی از دوستاتون بسیار پیگیرن و در اون تمرین های جلسه قبل رو هم برای من فرستادن که کنترل های لازم رو هم با هم انجام دادیم، که خب قطعا موفقیت در انتظارشون خواهد بود. بچه ما با این مثال عملا پرونده فصل 0 رو بستیم. ما برنامه ریزی که کرده بودیم این بود که در انتهای جلسه 5 بتونیم فصل اول، فصل 0، فصل یادآوری رو ببندیم و همین الان به اون سرمنزل مقصود خودمون رسیدیم. اگر تا اینجا سوالی دارید بگید، و الا من قسمت‌های مهم این فصل رو انتخاب کنم و دوباره یک یادآوری با هم داشته باشیم. اگر سوال دارید بگید، اگر نه که عدد 1 رو بفرستید تا بریم سراغ یادآوری مطالب. و البته هر سوالی که هست بچه ها میتونید الان مطرح کنید. اگر سوال دارید بپرسید و الا که عدد 1 رو بفرستید تا بریم سراغ مطالب بعدی. بله، الان بچه تعیین علامت رو توضیح میدم. بسیار عالی، من الان بچه مجدد تعیین علامت رو توضیح خواهم داد. خب بچه فصل صفرتون بی نهایت مهمه. اگر کسی در فصل صفر مشکل نداشته باشه، عملا فصلهای بعد و بیسش رو بسیار عالی داره، و اگر کسی در فصل صفر بچه مشکل داشته باشه، تو فصلهای بعد هم با مشکل مواجه خواهد شد. باشه، اشکال نداره فهیم، من توضیح میدم الان. فقط برگردم بچه از ابتدا. میبینید بچه ها، خب این جزوه داره در اختیارتون قرار میگیره. ما در ابتدا حالا از عبارت های گویا داریم، گفتیم بچه ها یک عبارت گویاست به شرط آن که خب تو صورت شما رادیکال نبینید. حتی بچه ها از صرفا از نگاه کنکوری دارم میگم، نه از نگاه دقیق علمی. رادیکال نبینید، عدد پی نبینید و از این دست موارد. بعد اومدیم ساده کردیم، گفتیم منظور از ساده سازی عبارت های گویا یعنی کار با اعمال اصلی ریاضی. اعمال اصلی ریاضی چیه؟ تجزیه، اتحاد، فاکتورگیری و و و غیره، همینها. خب 4 تا مثال حل کردیم. خاطرم هست سال سراسری 99 رو خودم حل کردم، 98 رو گفتم تمرین، که خب دوستان فرستادن و با همدیگه رفع اشکال رو هم داشتیم. گویا کردن، خب اگر یادتون باشه تأکید کردم که ستای اول رو یاد میگیریم. این دوتا رو انشالله هر زمان در هر قسمت درس نیاز بود بهش اشاره خواهم کرد. و بذارید من ادامهش توضیح میدم. معصومه گفته که جلسه قبل نبودم، اولین جلسه که داخل کلاس هستم. بسیار عالی. من بچه با جلسه قبل معصومه همون سوالیه که فهیمه پرسید، یعنی بیشتر حول تعیین علامت گذشت، که الان دوباره من مفصل توضیح میدم. خوب گوش کن تا حالا باز متوجه بشی. بعد بچه تقسیم چند جمله ای بر چند جمله ای گفتم که حالا شاید خیلی هم نسبت به سایر موارد کاربردی نباشه، اما بحث نامساوی ها رو داشتیم و کار با نامساوی ها، که همچنان که دارید میبینید گفتیم بچه ها اگر هر دوتا مثبت باشه به راحتی بچه ها همه هر عملیاتی که این میخواد رو انجام بدید، منتها یه پرسشی داشته باشید از خودتون: کدوم کمتره بذارید سمت چپ، کدوم بیشتره بذارید سمت راست نامساوی. مثلا اگر x بین 1 تا 2، خب منهای x میشه بین منهای 2 تا منهای 1، چون همه در یک منفی ضرب شده است. حالا چه کار کنم؟ دقت کن، کدوم کمتره؟ منهای 2 میذارم سمت چپ، منهای 1 میذارم سمت راست. به توان 2 بخوام برسونم، خب میشه 1 و 4. کدوم کمتره؟ 1 میذارم سمت چپ. کدوم بیشتره؟ 4 میذارم سمت راست. x میشه بین 1 تا 8، کدوم کمتره؟ 1. کدوم بیشتره؟ 8. خب میذارم سمت 1 چپ و راست. 1x هم به همین صورت
اعداد رو معکوس کنید میشه بین یک و یک دوم. اونی که کمتره رو سمت چپ میذارم، اونی که بیشتره رو سمت راست میذارم. نکته از اونجایی شروع میشه که یکی مثبت باشد و دیگری منفی. بین عبارت نگاه کنید، بین منفی دو تا سه. خب اگر میخواید در یک منفی ضرب کنید بازم مشکلی نداره، میشه بین منفی سه تا دو، چون همه داره در یک منفی ضرب میشه. خب چه کار کنم این رو؟ خیلی راحت، اونی که کمتر سمت چپ، اونی که بیشتر سمت راست. اما آن چیزی که مهمه و من باید بهش دقت کنم اینجاست. وقتی یه سمت منفی است و میخوام به توان دو برسونم، سمت چپ یعنی حداقل صفر میشه. نگاه کن، سمت چپ یعنی حداقل عدد صفر میشه. این نکته یه که بچه ها بسیار اشتباه میکنن. اما x3 چون توان فرده باز مشکلی نیست بین منهای 8 تا 27 و به همین صورت الی آخر. این دو موردی هم که اینجا دارید میبینید، دقت کنید بچه ها، این دو موردی هم که اینجا دارید میبینید من دارم باز دوباره روش هاشور میزنم. نگاه کن، این دو مورد رو که من دارم روش هاشور میزنم همین مباحثی بود که تو این سوال آخر بحث نامعادلات مفصل بهش پرداختم. گفتم اگر x2 کمتر مساوی a2 باشه، یعنی x میشه بین منفی a تا a، و اگر بزرگتر باشه یا بزرگتره یا کوچکتر از منهای a. بعد اومدیم یک سوالی رو حل کردیم که خب داریدش تو جزوتون، منتها پس از اون که حالا معادله درجه دوم، بچه معادله درجه دوم رو صرفا از اون جهت اومدم تحت عنوان یادآوری بهش پرداختم و گفتم مقدمه‌ای بر معادله درجه دو که بتونید ریشه پیدا کنید، چون دیدید از اینجا به بعد من مدام نیاز داشتم تا ریشه پیدا کنم. خب اومدیم گفتیم که بچه دلتا، این که معادله درجه دو اساسا ریشه دارد یا ندارد به دلتا مربوط است. کمتر از صفر باشه فاقد ریشه، مساوی با صفر باشه یه ریشه تکراری، و بزرگتر از صفر باشه دو ریشه متمایز. چجوری پیدا میکنم؟ قطعا از این فرمول. چجوری پیدا میکنم اون ریشه ها رو؟ از این فرمول. تو این فرمول منفی ب که معلومه چیه، آ هم معلومه، دلتا هم که اینجا فرمولش رو براتون نوشتیم. بعد دوتا سوال حل کردیم، بعد رسیدیم به اینجا که خب مشکل دوستتونم هست، من مجدد توضیح میدم تا مشکلتون برطرف بشه و بتونید که در واقع باز بازخورد بهتری بگیرید. ببینید بچه ها، منظور از تعیین علامت عبارت جبری یعنی نقاطی رو مشخص کن که این عبارت مثبت است و نقاطی رو مشخص کن که این عبارت منفی است. یه بار دیگه، منظور از تعیین علامت عبارت جبری یعنی به من بگو کجا این عبارت مثبت است و کجا منفی. خب چه کار میکنیم؟ بچه یک پنج مرحله ای رو نوشتیم، گام به گام با هم پیش میریم. من بچه روی یک سوال عملا اینو میارم از گام یک و میریم جلو. گفتم ابتدا باید ساده کنی. یعنی چی های زمانی ساده کنم؟ یعنی اتحاد، تجزیه، فاکتورگیری رو که بلدی استفاده کن و این عبارت ها رو ساده کن. دقت کن، خب من میدونم این اتحاد یه اتحاد مزدوجه، چون اتحاد مزدوجه خب میام از اتحادها استفاده میکنم، بازش میکنم، یعنی دارم سادهش میکنم. این جمله مشترکه، خب پس نوشتم x به اضافه 4 در x به اضافه 1. اگر دقت کنی من اینجا میتونم از یه x فاکتور بگیرم، خب پس سادهش کردم x در x منهای 4، اینجا هم که 5 منهای x. اگر تو این مرحله چیزی از صورت مخرج خط خورد، خط میزنی. بریم مرحله دوم. گفتم هر آنچی که باقی مونده ریشه پیدا کن. بچه ریشه x منهای 1 رو وقتی میخوام پیدا کنم، یعنی باید x منهای 1 رو برابر با 0 بذاری، از اینجا x به دست میاد 1، برای همین اینجا نوشتم 1. وقتی اینو میخوام ریشهش رو پیدا کنم، برابر با 0 ریشهش میشه منهای 1، برابر با 0 منهای 4، برابر با 0 منهای 1، اینم ریشهش 0 و 4 و 5. اینم که از گام دوم که ریشه پیدا کردم. گفتم در گام سوم یه جدول رسم کن، یا کن گام سوم تو جزوتم داری بچه، یه جدول رسم میکنیم. دقت کن، ریشه ها رو به ترتیب صعودی مینویسیم، یعنی کمترین رو اول مینویسیم و بیشترین رو آخر مینویسیم، و این وسط از کمتر به بیشتر این داستان رو میاییم و رعایتش میکنیم. این نکته اول و بسیار مهم که حتما بهش دقت کن. گام بعدی بچه ها، بنا بود آخرین خونه سمت راست جدول رو معلوم کنم. دقت کن، هدف تعیین این علامته. چه کار میکنم؟
ببین خوب دقت کن، حواست پای تخته، پای مانیتور بچه‌ها، خوب دقت کن. من اینجا یه پرانتز دارم، یه پرانتز، یه پرانتز، یه پرانتز، یکی یکی یک. بیشترین درجه هر پرانتز رو مشخص کن. یادت باشه درجه عدد ثابت صفره، منظور از درجه توان x. و چون توان x اینجا یکیه، اینم که درجهش صفره، پس بیشترین درجه همین x. علامتش چیه؟ به علاوه است دیگه، مثبت x، پس میذاری مثبت. بیشترین درجهش x با علامت مثبت، بیشترین درجهش x با علامت مثبت، مثبت مثبت مثبت، تا میرسیم به اینجا که بیشترین درجه منهای x با علامت منفی. خب تمام این علامت هایی که نوشتی رو در هم ضرب کن، 4 تا مثبت بالا، 2 تا مثبت پایین با یه منفی، همه اینا رو ضرب کنی منفی میشه. علامت آخرین خونه سمت راست جدولت شد منفی. حالا به هر ریشه ای که میرسی یکی در میون علامت ها رو تغییر میدی، یعنی منفی بوده رسیدم به ریشه مثبت، مثبت بوده رسیدم به ریشه منفی، تا میرسیم به اینجا که قبل و بعدش فرق نمیکنه. سوال کجا و کدوم ریشه است که اگر قبلش منفی است بعدش هم باید منفی باشه؟ کجا و کدوم ریشه است که اگر قبلش مثبته بعدش هم باید مثبت باشه؟ بچه اون ریشه یا ریشه ایه که زوج بار تکرار شده. به اینجا نیا کن بچه، منهای یک یه بار اینجا تکرار شده، یه بار اینجا. یا ریشه ای که زوج بار تکرار شده، یعنی 2 بار، 4 بار، 6 بار، 8 بار، 10 بار الی آخر. یا ریشه قدر مطلق. به خاطر همین این چون 2 بار تکرار شده دورش رو خط کشیدم و قطعا دور ریشه ای که خط میکشی سمت چپ و راست علامتاش با هم برابره، و به همین ترتیب این عبارت رو مشخص میکنیم. این جدول به من داره میگه کجاها این عبارت مثبت است و کجاها این عبارت منفی خواهد بود. خب بچه اگر متوجه تعیین علامت شدید یک رو بفرستید که من بدونم در واقع دیگه مشکلی وجود نداره. بسیار عالی بچه، بعد از اون اومدیم حل معادلات گویا رو گفتیم. درود بر شما بچه. بعد از اون اومدیم حل معادلات گویا رو گفتیم، گفتیم حل هر معادله گویا 3 مرحله داره، تک تک 3 مرحلهش رو توضیح دادیم. گفتیم ابتدا باید تمام کسرها رو به این تیکه نگاه کن، گفتم ابتدا باید تمام کسرها رو به یک سمت منتقل کنی، پس قسمت سمت راست آوردم سمت چپ. تو گام دوم مخرج مشترک گرفتیم، همه رو تبدیل شد به یک کسر. کار مخرج مشترک در دنیای ریاضیات اینه که n تا کسر بی نهایت کسر رو تبدیل میکنه به یک کسر. اوکی خب حالا داستان چیه؟ داستان اینجاییست که من دارم میگم پس از اینکه این یک کسر پیدا شد و برابر با صفر شد، در دنیای ریاضیات کسری برابر صفره که صورتش صفر باشه، دیگه به مخرج کاری نداریم. خب این صورت رو بچه ها پرانتزا رو ضرب کردم، مرتب کردم، شد یک معادله درجه 2. حالا میخوام ریشه های اینو پیدا کنم. ریشه های اینو که میخوام پیدا کنم بچه، این معادله درجه 2، همین الان تو مقدمه ای بر معادله درجه 2 توضیح دادم، شد B2 منهای 4AC شد 869. بعد اینو پیدا کردم، این شد دوتا ریشه. گفتم بچه این دوتا ریشه قبول است، این دو تا ریشه قبول است، چرا که ریشه مخرج نیست. یعنی بچه هر زمان ریشه ای در معادله گویا پیدا می کنید، چک کنید این ریشه ای که پیدا کردید ریشه مخرج نباشه. اگر ریشه مخرج باشه قبول نیست. خواهش می کنم، اگر ریشه مخرج باشد قبول نیست. در مرحله بعدی و قبل از تدریس امروز ما به حل معادلات اسم رسیدیم. ما به حل معادلات اسم رسیدیم که گفتیم بچه برای حل هر معادله اسم شما باید ابتدا، خوب دقت کن، شما باید ابتدا رادیکال یک سمت نگه داری و مابقی رو ببری یک سمت. مثلا بیا اینو بعد دوباره حل کنیم، رادیکال یک سمت نگه میدارم، مابقی رو میبرم یک سمت. در گام بعدی، یعنی در گام 2، اگه این گام 1 باشه این گام 2، میام طرفین رو به توان فرجه رادیکال میرسونم که چون اینجا 2 میشه 2، پس x برابر میشه با x2 به اضافه 40x به اضافه 400، یعنی x2 به اضافه 39x به اضافه 400 برابر با 0. چون دلتا کمتر از 0 است ریشه ندارد،
چون دلتا کمتر از صفر ریشه نداره. و این بود بچه ها تمام فصل صفر ما. بچه ها ما 5 جلسه رو به ریاضیات 6 تا اواسط حالا یک فصل از ریاضی 10 شاید اختصاص دادیم، صرفا از این جهت که گیر و گورای علمیتون برطرف بشه، نقطه ضعفاتون در بیاد، نقاط ضعف رو به نقاط قدرت در واقع تبدیل کنید، ابزار مناسب رو پیدا کنید. حالا با این ابزاری که داریم از فصل یک، از فصل صفر، به راحتی وارد بحث ریاضی 10 و 11 و 12 میشیم. الان دیگه از مسیری که جلومون قرار داره هیچ ترسی نداریم، چرا که ابزار پیشروی در این مسیر رو پیدا کردیم. ابزار پیشروی همین فصل صفر بوده. بچه ها حتما باز تا هفته آینده از این فصل سوال حل کنید، تمرین کنید، بررسی کنید، چکاپ کنید، دوباره خودتون این مسائل رو دست به قلم بشید، تحلیل کنید، تا انشالله هر ریزه در واقع اشکالی که وجود داره به صورت مفصل برطرف بشه. اگر بچه ها سوالی دارید بفرمایید، و الا با توجه به این که ما خب به اون برنامه تدوین شده خودمون رسیدیم، درس رو همینجا تموم میکنیم تا انشالله از هفته آینده استارت قسمت فصل بعد یعنی تابه رو با همدیگه بزنیم. اگر سوالی دارید بفرمایید، و الا که شما رو به خدای بزرگ میسپارم، انشالله که صحیح و سلامت و تندرست باشید و وقتتون بخیر. باز هم بچه ها اگر سوالی بود حتما همتون در واقع تلگرام یا حالا واتساپ و هر فضایی که در اختیار دارید بپرسید. انشالله صحیح و سلامت باشید، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون.